این کامیون های راه آهن از چین بارگیری و با پیمودن نزدیک به 3000 کیلومتر راه در کشورهای قزاقستان و ازبکستان به 12 روز به حیرتان رسیدند. با رسیدن این کامیون ها که در مسیر راه ابریشم به افغانستان رسیدند، افغانستان برای نخستین بار از راه آهن به چین پیوند شده است. بازگشایی این مسیر ترانزیتی یک رویداد مهم در رشد روابط تجاری میان افغانستان و چین می باشد. از این طریق می توانیم که ما در زمان کمتر و هزینه کمتر کالاهای صادراتی خود را به چین برسانیم. سفیر چین در کابل بر گسترش داد و ستد بازرگانی میان دو کشور تاکید می ورزد. این پروژه از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا با آغاز روند حمل و نقل کالاها از راه آهن، توسعه روابط بازرگانی و ترانزیتی میان چین و افغانستان را میسر می سازد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع از گشایش مسیر خط آهن چین افغانستان استقبال میکنند و آغاز این روند را برای حل مشکلات ترانزیتی و بازرگانی کشور سودمند میدانند. ما واردات از چین بسیار زیاد داریم، ولی یک چیزی که نگفتن من است، صادرات ما بسیار کم است. به تمام کشورها، یک کشورهای همسایه است که باز وقت مواجهات میبریم، ولی صادرات ما به جمهوری چین بسیار کم است. این نخستین ریل است که 45 کانتینر اموال بازرگانی را از کشور چین به بندر حیرتان در شمال کشور انتقال داده است. عارف موسوی، تلون و یوز.